امسال پایان زمستان طبیعت و آغاز هنگامه نور و گرما و شکوفایی و سرسبزی طبیعت با پایان دورانی سخت و دشوار از تاریخ حیات ملت ایران همزمان شده است سه سال جنگ تحمیلی اقتصادی بیرحمانه و ظالمانه بر علیه ملت ایران جنگی که هیچ ملتی در تاریخ معاصر مشابه آن را تجربه نکرده بود با ایستادگی این ملت رو به پایان خواهد بود در کنار سختی و دشواری جنگ اقتصادی در سال گذشته ملت ایران همچون سایر ملت ها با ویروسی خطرناک مواجه شد که دشواری تحریم و جنگ اقتصادی را برای ایرانیان دوچندان کرد ملت ایران در حالی به نبرد با کرونا وارد شد که نه تنها از کمک های معمول جهانی برای مبارزه با این همگیری محروم بود بلکه حتی امکان دسترسی به سروتهای خود نیز در بانکهای خارجی را نداشت افت شدید قیمت نفت و تحریم نفتی شرایط را به گونه ای رقم زد که سال 1399 از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در شهست سال گذشته بود من در طول چهل و دو سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد از نظر تنگنا و محدودیت اقتصادی سالی به سختی و دشواری سال 1399 بیاد یاد ندارم اما از سوی دیگر این فصل دشوار و سرد و این ابتلای بزرگ و پیکار همزمان در چند جبهه مختلف به دلیل حماسه صبر و ایستادگی و تدبیر ملت ایران تبدیل به فصلی درخشان و پرافتخار در تاریخ ایران شد. عظمت این حماسه را زمانی میتوان دریافت که بدانیم دشمن بدخواه ما چه هدفی را دنبال میکرد و چه نقشی برای ایران عزیز کشیده بود آنان همچنان که با بیشرمی از فشار حد اکثری سخن میگفتند با تمام توان به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند البته این فشار در زندگی مردم با رنج فراوان احساس شد ولی مردم ما را از پای در نیاورد اونها ضربه زدند ولی قطعا به هدف خود نرسیدند و همو به ما لم در نهایت اونها رفتند و ایران ماند اقتصاد ایران ماند و بالید و بر توان خود افسود مردم ایران ماندند و حماسه مقاومت بینظیر این ملت در تاریخ ملتها جاودانه شد در سالی که اقتصاد جهانی کاهش تولید با نرخ منفی سه و دهم درصد را تجربه کرد و بسیاری از اقتصادهای قدرتمند جهان نرخهای منفی 5 درصد تا منفی 10 درصد را در کارنامه خود دیدند به رغم کرونا و جنگ تحمیلی اقتصادی رشد مثبت دو و دو درصد را در کارنامه درخشان خود ثبت کرد.